برشم وطنی گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز دوشنبه است و 16 از ماه اپریل. در واقع در آمریکا یک مسئله هست که دو چیز حتمی است، یکی مرگ است، یکی هم تکس مالیات. و روز 15 آخرین روزی است که مردم بایستی که مالیات هاشون رو پرداخت بکنن. این کشور آمریکا مبتنی است بر مالیات، در واقع یعنی کشور سرمایه‌داری که گفته از همه چیز مال مردم، دو چیز مال ماست. در واقع سه چیزه، یکی مالیات هست و یکی اداره پست و البته ارتش. خب دولت ها برای صیانت از مملکت، خب بایستی که حتما ارتش هست. و این روز آخر است در واقع، و خدا نکند که کسی در این کار سستی بکند یا اینکه گیر آقایون بیفتد، مالیاتی ها اینها هیچ شوخی ندارن در این باب، هیچ شوخی ندارن. در واقع میخوام خدمت شما عرض کنم که اون جنایتکار معروف آل کاپون که در شیکاگو بود در سالهای حوالی 1309-1930 و اینها، هیچ چیز علیه این نمیتوانستن گیر بیارن. میدانستن که این بزرگترین جنایتکار است، آدمها کشته، یه در و مسلسل بست و چنین و چنان، همه شیکاگو در دست این بود. پرونده مالیاتیش رو بررسی کردن، یک چیز جزئی پیدا کردن و به جرم تقلب در مالیات. و وقتی هم که اون مأمور مالیات برابر داستانها پیدا کرد و آل کاپون متوجه شد که یه چیزی پیدا کرده، مالیاتی اندکی کم داده، خیلی جزئی و حقیر بود، این است که $1,000,000 فرستاده است رشوه برای این مأمور. گفته است که چنین چیزی میسر نیست. آقا رو به زندان انداختن برای مالیات. اونجا هم دچار بیماری های سخت شد و شرش کنده شد باری. و من به یاد دارم که آقای کارتر، جیمی کارتر که رئیس جمهور آمریکا بود، یک برادری داشت به نام بیلی. این بیلی یک آدم خیلی ساده بود و دائما میگفتی که آبجو میخورد و اینها. این بدهکار شد. در زمان خود آقای جیمی کارتر آمدن اساس این بیلی رو ریختن در خیابان، فروختن که مالیات رو وصول بکنن برای رئیس جمهور. این است که بعض هموطنان ما وارد آمریکا که میشن، چون ما عادت نداریم به مالیات دادن که معنی نمیده، آقا یه $4 میدیم، 4 تومن میدیم، تقلب میکنیم و اینها. اینجا میسر نیست. چون عرض کردم همه این مخارجی که این دولت، فرض کنید که سالی قریب 700 بیلیون دلار بودجه نظامی مملکت از طریق مالیات هست، مالیاتی که از مردم میگیرن و دولت داره، چیزی نیست. در کشورهای استبدادی همه چیز مال اون دیکتاتور هست که اونجا نشسته. یه اداره نم دخانیات، نمیدونم یک اداره نم گندم، نمیدونم چی، همه چیز مال اون یکیه، در دست مردم هیچ نیست. حتی جانشون هم در دست مردم نیست، اختیار فکر کردن هم در مال دولت. حالا امروز چون روز مغلطه است، عرض میکنم چون مغلطه و مغالطه در واقع یعنی به غلط افکندن، یعنی که یک کسی با استدلال فاسد، یعنی وقتی ما سخن او رو عرض کنم که ما بشه کافیم و نگاه کنیم، میبینیم که به جایی نمیرسد، استدلالش فاسد است. میگن مغالطه کرد، مغلطه کرد. و کار مغلطه، بزرگترین مغالطه عرض میشود که این هست که یک آدمی مثل همین آقای علی، آقای خودمان در ایران یا اون قبلیه و قبلیش، اینها بنشیند بگوید که همه چیز شما مال منه، منم که فکر میکنم شما همه دیوانه هستید. به اختیار خودش برای ملت کار میکنه، به اختیار خودش و به میل خودش تشخیص میدهد مردم چه میخواد. در واقع عرض شود که به مثابه یک کوره چشمه، چگونه عرض کنم، آب باریک فاسدی است که همه چشمه ها رو میبنده و خودش میخواد که عرض شود که به تنهایی با چند نفر دزدان و جنایتکاران اطرافش برای همه فکر بکنن.
و استدلال اینها همواره فاسد بوده. یعنی شما نگاه کنید در تاریخ، خدمت شما پیش از این عرض کردم، تمام کسانی که از استبداد دفاع کردند، از خواجه نصیر طوسی بگیرید تا برود به عرض می شود که خواجه نظام الملک و قبلش و بعدش و امروزی ها و اینها استدلالشون برای توجیه استبدادی و استبداد جز نفی مردم چیزی نیست. یکی میگوید که این مردم سرکش بودن، او میگوید که یاغی بودن، یکی میگوید که شکمشان سیر شده بود، یکی میگوید که کور و کچل بودن. حالا همینا برای چه میگن؟ برای این میگوین که پس آدمای کور و کچل و یاغی و حالا چیزهای دیگه، اتهامات دیگری هم هست، جدایی طلب و فلانی حرفا. من وقتی نگاه میکنیم به تاریخ کردستان در عصر جدید، همواره لشکرکشی ها و کشتار مردم کرد به یک اتهام این بوده است که جدایی طلبن. آقا به وضعیت خودت هم نگاه کن، ببین آقا برای کردستان چه کردین شما استبدادیون؟ ثروت این مملکت رو کجا خرج کردین؟ در کردستان چه اقداماتی کردین که مردم راضی باشن بخوان که عرض کنن که از شما اطاعت کن؟ این است که بزرگترین مغالطه و مغلطه عرض کنم که تو نمیدانی و من میدانم هست. دستگاه دین هم دستگاه استبدادی است، چون میگوید که تو بهتر میدانی یا خدا. اینها، این کتاب من از طرف خدا آمده، هرچی در این کتاب من نوشته درست است. از جلد تو به جلد هیچ خطایی نداره. میگیم آقا از کجا این حرف رو میزنی؟ میگی به خاطر اینکه خدا فرستاد. میگیم از کجا میدانی خدا فرستاده؟ به خاطر اینکه در کتاب اومده. این مغالطات عرض شد که مرحوم ارسطو که قافل سالار معرفت هست تشخیص داد این مغالطات رو. 13 مغلطه مشهور هست که ارسطو کش کرد و در کتابش نوشت. بخش ششم کتاب عرض کنم که ارسطو در بار منطق، ارگانون به معنای ابزار و وسیله است، که البته خودش این نامگذاری رو نکرد، دو سه قرنی بعد از او در اسکندریه اگه خطا نکنم اسمی رو گذاشتن. عرض می شود که ارگانون باری 13 کش کرد. بعد معلوم شد بیشتر از این حرف هاست این مغالطات. باری اینجا امروز من میخوام خدمت شما عرض شود که از مثنوی معنوی، این چاپ جیبی نیکلسون هست، نیکلسون، رینولد نیکلسون، که این مرد بزرگ به تاریخ عرفان ایران استاد بود و این تصحیح مثنوی از اوست، از این بهتر هم نبوده. حالا شما تصورش رو بفرمایید، ما با همین ادعاها و گاهی بعض فحش هم میدهیم به این محققین خارجی، اینها نتوانستیم یک مثنوی درست حسابی خودمون تصحیح کنیم. عرشبت که یکی از این تصحیحات فکر میکنم زمان صفوی رو من در هندوستان دیدم، اونجا خیلی هیجان زده شدم که یه چیز ارزشمندیست و اینها، برداشتیم خوندیم اون قطعاتی که خب ما بهتر میدانیم و در ذهن ما هست، اگه برای مقایسه باشم نگاه میکنیم تفاوتها چیست، بعد دیدم که هر چه پیدا کرده خودش گفته اونجا نوشته به نام عباسی نام، نمیدونم مال چه قرنی بود. باری امروز خدمت شما یک بار دیگه هم این کاری کردیم، یک دوستی گویا دوست دیگری رو ارجاع داده بود است که مولانا در حق مولا علی چنین گفته و این حرف ها. من میخوام بخونم خدمتتون این رو، ببینیم که مولانا راست میگفته یا مولانا دروغ گفته رحمت الله. که از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق را دان متحر از دغل. پیش از اینم یک بار دیگر من همین داستان رو خوندم، چون بحثش دوباره مطرح شده و بعض هموطنان حتما ندیدند، امروز دوباره میپردازیم به این داستان، ببینیم آه این داستان حقیقتی درش هست. چون خیلی با آب و تاب ما بچه بودیم این رو میخواندیم، خیلی با آب و تاب ملاها سر منبر اینا ضمن دشمنیشون با مثنوی. میدونید که مثنوی معنوی بعد از شاهنامه یکی از شاهکارهای بی‌نظیر این زبان هست مثنوی. خب درش البته مغالطات هم هست،
سخنان ژرف. در واقع این مولانا جلال الدین یک دائره المعارفی از دانش بوده و ملایان در زمان صفوی گفتن این مثنوی رو هر جا پیدا کردید با انبر بگیرید ببرید بندازید در مبال، و اگر بالای رف بود یه جایی تاقشای بالا زیر پا اونقدر قرآن بگذارید تا برسید به این کتاب ملعون و این رو بندازید در توالت. بله، چون دست آخوندها رو خوب روشن کرده، روحیاتشون رو خوب بازنموده. اما به هر صورت این مرد بزرگ آخوند بوده یک روزی، و با این که یک تغییر کلی در احوال او پیدا شده است بعد از دیدار شمس الحق تبریز، اما رسوبات آخوندی هنوز گاهی هست. حالا این بخشش که عرض میکنم، از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق را دان متحر از دغل. در قضا یعنی در جنگ بر پهلوانی دست یافت، زود شمشیری برآورد و شتافت. او خودو انداخت بر روی علی، افتخار هر نبی و هر ولی. حالا اینو من عرض کنم که از خود کتاب نیکلسون خدمت شما میخونم، اما پیش از این که بپردازیم به این داستان، عرض میکنم که یکی از مغالطات بزرگ مغلطه تفسیره. یا آقا داره چیکار میکنه؟ داره تفسیر میکنه. چه چیز رو تفسیر میکنه؟ چه حقی داره تفسیر بکنه؟ اگر بنا باشد که ما قرآن رو تفسیر کنیم، به تعداد مسلمانان قرآن داریم. یک چیز منسوب است به پیغمبر اسلام که هر کسی این قرآن رو با عقل خودش تفسیر کرد کافره. حالا من از آخوندها شنیدم، هنوز خودم ندیدم چیزش رو، اما فکر میکنم درسته. آقا داره تفسیر میکنه. تفسیر نداره این قرآن، آقا معنی داره، هیچ تفسیری نداره. مثل دستور نظامی بوده دیگه، وقتی که یک افسری به یک سربازش دستور میده برو فلان عملو بکن، این حق نداره تفسیر کنه، باید این همونی که شنیده بره انجام بده. البته ما ایرانیان چون مردمان خیلی بزرگوار شریفی بودیم، آمدیم دیدیم که این قابل تحمل نیست، اصلا نمیشه با این زندگی کرد، میامدیم تفسیر میکردیم. یعنی اگر آبروی اسلام داشته در یک دوره، حالا که نداره، یک چیزایی در سابقش آمده از معرفت، از فلسفه، از نمیدونم نجوم، از علوم مختلف که اصطلاحاً به غلط میگن اسلامی، اینا رو ایرانی ها کردن. شما بیاری ببینم از اهل مدینه که اونجا عرض کنم طلوع اسلام از اونجا بوده، چند تا دانشمند مدنی به من معرفی بفرماد ببینیم اینا که میگن اسلامی، خب اگه این اسلام منشأ برکت بوده و می توانسته تولید معرفت بکنه، چند تا از اهل مکه به ما نشون بدیم ببینیم، چند تا منجم، ریاضیدان، پزشک، ببینیم مکه جایی تولید شده، مدینه. باری ایرانی‌های بیچاره ما دیدن که آقا این چیز خیلی وحشتناکیست، آقا این که وحشت الله است، این کتاب اصلا می ترسه، شما باید باز کنید نگاه کنید وحشت میکنی، جزی که به ترسی هیچی نیست، همش صحبت عذاب علیم و قنزم چیشیز و پوسکندن و از این داستان هاست. از شبت که اون بخش هاییش که یک شما نرمی حس می کنید و یک بوی انسانی خیلی خیلی اندکه در مقابل اون خشم و خروش اون الله مدینه و پوسکندناش در جهنم و فش نمی دونم گرزهای آتشین و نمی دونم که داستانشو می دونید اینا. یعنی نه تنها این در این دنیا کنترل جامعه رو میخواسته، در واقع اسارت فکری آدمها رو طلب میکرده این اسلام عزیز، اون دنیا هم دست سرشون بر نمیداره، یعنی دنبال مرده آدم هم هست. در واقع وقتی یک امیری پیدا میشود، یک سپهسالاری در یک جایی میشد، مردم رو جمع میکرد به نام فرماندهی و مدیریت خودش
و قولهایی که میداد مردم رو جمع میکرد. در بیابان ها که نمیشد که آقا در بیابان میگن پیغمبر چجوری درست شده. به شما عرض میکنم اینا رو ابن خلدون برای ما نشون داده، اون مرد نابغه آفریقایی. در بیابان که نمیشد نامه بنویسی که نمیدونم آدم جمع کنی، که با چند کار میشد اینا رو جمع کنی. یکی اظهار برابری و برادری، چون یارو مجبور نبود بیاد نوکری بکنه، ما همه برادریم. انما المسلمون اخوه، این کلک درستی بوده، یعنی ترفند درست اینه. یکی از راه دین، از راه دین، چون در بیابونها که ضمانت اجرایی هیچ چیزی برای هیچ چیزی نیست، نه همسایه داری که بخوای مواظب اخلاقت باشی، نه پلیس و دادگاه و دادگستری و زندان داری و اینها که بخوایی امری رو با قانون تحمیل بکنی، با دین میکنی این کار. با دادگستری موهوم، دادگستری موهوم الله، الله اون بالا، دادگستری موهوم، تفسیر، تفسیر میکنم. به خصوص عرفای ما از بس بزرگوار بودن و انسانی فکر میکردن، اینها یک مش تفسیر به حدود قرن ششم اینها کردن، حیرت انگیزه. برای هر جنایتی چیزی، یک چیزای زیبا تراشیدن از خودشون. این دستورات که در قرآن منعکس هست، در قرآن شریف، اینا متناسب با شرایط روزمره مسلمانان بوده. 17 آیه در عصمت عایشه هست در قرآن، فکر کنم درست میگم. خب اگه عایشه جا نمیموند، خوابش نمیبرد، که اینها نمیامد، که در لوح محفوظ بوده است، در فلان. اینا همه سخنان لاطائل بابا جان، اینا همه سخنان لاطائل میشنه تو این تلویزیون ها هست. تفسیر، آقا چه تفسیری؟ حالی داستان از تفسیر خدمتتون بگم. یک سوره هست به نام نحل، نحل، نحل یعنی عرض کنم که زنبور، زنبور عسل. اینا خب ندیده بودن زنبور عسل، پیدا نمیشد. اینا وقتی که عسل آوردن، اینا دیدن، اینا حیرت زده شدن، این چه چیزیه؟ این آقا کار خداست، نگاه کنی این زنبوره رو ببینی، این بر اونور میپره، نمفران میاد، بعد یه چیزایی هر شبت که تولید میکنه. البته سیستم زنبور هم خب نفهمیدن، به غلط میگن خیلی جاهاشو. اینا ببینی این کار خداست. جز این، از هر چیزی، از هر چیزی این استنتاج رو میکردن که ما بایستی از این الله رو بشناسیم. الله عقل درستی هم نداره این الله. یعنی میخوام این چیزی خدمت من، فکر نکنی بنده نشستم یک آدم نمیدونم چیز کنن کافره، فر نه بابا جان، اینا به خدا هم توهین کردن. خداشون خیلی چیز حقیر و بیعقلیه، خدا خیلی بزرگتر از چیزیست که اینا گفتن. خداشون هم اندازه محیطشون بوده، خداشون هم اندازه تعلیم و تربیتشون و درکشون از زندگی بوده. خب دیگه نه، بنابراین اینجور این ادیان توهین به خدا هستن واقعا، چون خداشون هم اندازه، هر کسی خداش اندازه عقلشه، بیشتر از عقلش که نیست که. به دلیل اینکه ما خدا رو، یعنی سرچشمه خلقت و در واقع وجود، عرض میکنم، لایزال، متکی به خیش، متکی به ذات، قائم به ذات رو بزرگترین چیز گیتی تصور میکنیم، متعالی ترین ماهیت. بنابراین هر کسی به اندازه عقلش میفهمه. بیشتر از عقلش هم که نمیشود بفهمد. عقلش از کجا میاد؟ از در معلوماتش میاد. معلوماتش از کجا میاد؟ معلوم از محیط میاد. یه زنبور میدیدن وحشت میکردن، خیلی به حیرت و عجب چیز خوشمزه‌ای، به خصوص این ایرانی ها چه چیزایی میخوردن ما نمیدونستیم. بگید در زکات که میارن عسل بیشتر بیارن، فکر میکردن که دارو هم هست، چون قرآن صریحا در آیه 70 همین النحل میگوید که این زنبورا، نگاه کنید، شراب مختلف الالوان میسازن. اینا شراب یعنی نوشیدنی در واقع، که برای مردم شفاست، شفاست در واقع.
و این رو فقط خدا ساخته است که آدم ها فکر کنن راجع به خدا، از این حرفای ساده. باری این عرض شود که ما یک شاعری داریم تخارستانی به نام بشار، نابینا هم بوده، اکمه بوده، کور مادرزاد، شاعر بزرگ ایرانی الاصل. قصایدی که این مرد سروده و از شعوبیان بوده، بشار ابن برد تخارستانی اگر اشتباه نکرده باشم، در تشکیلات عباسیان رفت آمد داشت. این بشار ابن برد تنها کسی بوده، یعنی شعرها متن می‌کردن، مردم به اینا پول می‌دادن، این بشار رو به جلو جلو پول می‌دادن که حج نکنه یه کلامی بگه، چون می‌دونی شعر خیلی خیلی تأثیر داشته در جامعه عرب، بزرگترین هنرش شاعریش بوده، یعنی همه ذوقیات هنری این مردم در شعر جلوه کرده بود. باری پول می‌دادن که این آقا حج نکنه. در دربار خلفا رفت آمد داشت و از سبب که کار به جای رسید خلیفه رو هجر خیلی بد کرد، اشاراتی به مادر خلیفه بود این حرفا. بعد خلیفه میگوید که این کجاست این مرد، میگویند که از اینجا رفته به بصره. راه میفتن میبینن ساعت 10 صبح صدای اذان میاد، میگوید که این اذان از کجاست؟ اهل بصره آقا این بشاره شراب خورده ساعت 10 برای مسخره داره اذان میگه. باری بشار رو قد شلاق زدن که مرد و جسدش رو در رودخانه انداختن. اجازه بفرمایید یک موسیقی بشنویم به انتخاب امیر، برمیگردیم خدمت شما. داستان بشار ابن برد رو خدمتتون میگم و موضوع از علی آموز اخلاص عمل، ببینیم چیزی به این در واقع همچی جنگی واقعا بوده، همچی اتفاقی افتاده، تا چند دقیقه دیگه. با درود بر شما وطنان گرامی، آهنگ خیلی خیلی مشهور خانم مرضیه، فکر میکنم آهنگ ساخته مهندس خرم باشه، فکر میکنم امیدوارم اشتباه نکرده باشم، دوستان زنگ بزنن. عرض میشود که آقای مقصودی این قطر فرستادن. مرضیه وقتی از ایران بیرون آمد خیلی ها گفتن آقا اشتباه کرده است و چنین و چنان، اما واقعا عرض شود که این بچه های مجاهد اونچه در شأن او بود به جای آوردن. از نحوه ادراب دیدید که چه صحنه‌ای، موزیسین‌های مختلف، ارکسترهای بزرگ. این است که در غم و حسرت فوت نشد مرضیه. بقیه هنرمندان ما مثل تاون که این آخوندها وارث شدن، تاون آخوندیست، دق کردن یا عزلت گرفتن، اما در این زمینه به تقلید آخوندها حجت الاسلام های موسیقی پیدا شدن که فقط حرف زدن. یکیشون راه افتاده وجهه همتش فحش دادن به کمونچه زنان قدیم از نمیدونم باقرخان بگیرید تا بهاری. من میگوید که فلان در باب موسیقی در ایران هیچ حق نداره اظهار نظر کنه جز این آقا. از شبت که گفته است یه جایی که من در لس آنجلس از اون میگفتم شبا و یه خودش به آخوندها نزدیک بکنه. از اینجور حجت الاسلام ها خیلی پیدا شدن. یا اون رجبی نام، خدا عمر دهد ایشان را، ایشان هم عرض کنم که کتابشون مقالات می‌نویش فحاشی میکرد به حسین تهرانی و این آقا بشین ضربت بزن مرد حسابی، گفت بزرگش نخوانن اهل خرد. پدر جان شما چرا فوش میدید به هنرمندان؟ چرا هنرمندان رو خار میکنید آقا؟ یکیش هم این آقا دیگه از همه بدتر، همه شاکی از دست این یکی. با اون علی گفتنش و علی خوندنش و عرض کنم که سنگ مارکس رو به سینه میذاره یه عمری، حالا رفته آخوند شده علی میکنه مایه ننگ. خواستم یه درود بفرستم به یک استاد بزرگ موسیقی که در واقع این سنت واقعا استادی، چون میدونید این موسیقی فقط این نیست که شما دوتا نوت یاد بگیرید دوتا آهنگ بزنید، این فضیلت های استاد، اخلاق استاد، درک محضر استاد، اینها همه مهم بوده. و اون استاد هوشنگ ظریف هست که نمونه کامل اخلاق هست این مرد بزرگ. من میشنوم بسیار و بیاد دارم وقتی که ایشون جلوه کرد
حقیقتاً پدیده‌ای بود هوشنگ ظریف. و بعد رفته رفته عرض شد که امروز هم این استاد بزرگ و محترم نمونه اخلاق ایرانی و شرافت کلاس موسیقی داره. حالا بگذاریم بریم سر موضوع. خب بشار رو میگفتم که نشسته بود برود که چند تا چیز ازش به یادگار مونده است در کتاب الاغانی الکبیر نوشته ابوالفرج اصفهانی که واقعا خوندنی است این کتاب. یکیش این که میگویند در حضور خلیفه قصیده‌ای میخوند. خب مرد کور بود، کور مادرزاد. یک دایی خرفی داشت، این خلیفه آمده بود دیدنش. بعد که سخنش تمام شد گفت تو شغلت چیه بابا؟ بشار میگوید که مروارید سوراخ میکنم. در سفتن در واقع کنایه است از سخن بسیار خوب و زیبا گفتن. حافظ میفرماید سخن گفتی و در سفتی، بیا و خوش بخون حافظ. میگوید مروارید سوراخ میکنم. این مرد صفی میگوید که خود دکانت کجاست؟ اینا خلیفه شروع میکنه خندیدن. اینا میگه آقا تو چیزی منو مسخره کردی دایی منو. میگه آقا من کور ایستادم قصیده به این بلندی خواندم. میگه این شغلت چیه؟ خب باید بفهمی شغل من شاعرم من اینجا. بعد میگن مغازت کجاست؟ از این اتفاقات بسیار بود. یک روز نشسته بود از بیرون در که اینها بیان و خدمت خلیفه برسن. اینها یکی از این آدمایی که تفسیر میکنه قرآن بین خودمون هم هست. میگه آقا این سوره فلان آیه 33 میگه زنا رو بزنید. میگه نه بزنید یعنی که خدمتشون چای شیرینی ببرید. اغتلو هم یعنی که مثلا فرض بفرمایید باقلوا بیارید. آقا چه حرفایی میزنید؟ این کتاب آقا این کار دیگه بیشتر از این تشتش از بام افتاده. اونقدر نوشتن در بام این که جایی برای حرفا باقی نمیذاره، مگر اینکه ما بخوایم مردم رو گمراه کنیم واقعا و هوش مردم رو دست کم بگیریم. آقا اینقدر که برای این تفسیر نوشتن که برای هیچ کتابی ننوشتن که. پدر جان که همه اینا در آمده از ته دیگ هرچی باید بوده آمده رو، دیگه جایی نداره که بگیم که اقتلو یعنی که قطاب یزد بیاری از این حرفا. باری یکی از اینها نشسته بوده بیرون، بشارم نشسته بود، میپرسه که آقا این نحل یعنی چی؟ بشارم خب قرآن رو حفظ بوده حتما، مرد فصیح. میگه آقا نحل یعنی این زنبور. میگه این شراب الوان که میگوید از اینا چیز از اینا بیرون می شکم اینا بیرون میاد چیه؟ میگه بابا جان این یعنی نحل، یعنی اینم منظورش عسل دیگه. نه تو نمیفهمی. گفت تو چی میفهمی؟ گفت نحل یعنی بنی هاشم، عسلم منظور اینجا عسل نیست یعنی علم. بشارم میگه خب تو هم برو از شکم بنی هاشم هرچی میاد بیرون تو برو تو بخور. شروع میکنن خندیدن و اینا. خلیفه متوجه میشه، صداشو میگه چه خبره بیرون؟ میگه قربان بیاین به این مردک، این آقا که میاد و میره اینجا. به من میگه نحل یعنی چی؟ من میگم یه زنبور. میگه اون شرابی که خدا میگم یعنی. میگه نه. میگم تو بگو. میگه من تفسیر کردم این قرآن رو اینجا، نحل یعنی بنی هاشم و اون شرابی هم که میگه میاد از شکمش بیرون یعنی علم. منم گفتم برو از شکم بنی هاشم هر چی میاد بخور. میگه خلیفه انقدر خندیده که عمامش افتاده از سرش. باری حالا اینا مغلطه است، مالکشی است. پدر جان نصف قضیه مربوط به عرض می شود که تحمیله، تحمیل نفی و انکار هر چه غیر خوده، نجستانستن هر چه غیر خوده، خونریزی، گرفتن اموال و بهره کشی جنسی. یعنی نیروی محرک پشت سر این اعراب سخنان الله و تعلیمات عالیه که نبود که عرب بخواد این چیزا حرکت نمی که هیچ آدمی حرکت نمی کنه که. دزدی دست جمعی برید نگاه کنی، حتی پیغمبر اصطلاحاً در جنگ حنین قبیله خیلی بزرگ بود، جرأت نمی کردن این مسلمان ها حمله کنن، اموال اینا رو بگیرن و اینا. اما وقتی که
اینا تاریخ اسلام ها، اینا اختراعات من نیست. آقا نگاه کنید، آقا خواهش میکنم چهار تا کتاب بخونید هموطن، قربتون برم. من امیدوارم به کسی بر نخوره، ولی وقتی آمار میدن که ما ایرانیان سالی 75 ثانیه کتاب میخونیم، این خیلی ضایعه بزرگیه. ضایعه اینجاست، نه اینکه آخوند نفت برده. باری وگرم سر مطلب بر میگردن از چیز مسلمون شدن، ضرب شمشیر رو از طرز 11 لشکر نم 10 لشکر کشیدن، گفتن آقا بودمانتون رو باد میدیم، باید مسلمون شدن. هم شدن کیا؟ مرکزیت عرب یعنی مکه مسلمون نمیشد. گفتن آقا خب حالا که اینجوریه خب دیگه بالاخره زوره دیگه. اونجایی که میگن ایشون سوار شتر بوده، میگوید که حق آمد و باطل از بین رفت، این حق میبایستی با سخن مستدل و روحانی و معنوی میامد، نه به زور شمشیر خالد بن ولید و بقیه طلحه و زبیر و علی و اینها. حق اینجوری میاد؟ باری آمدن لشکر زیاد شد، لشکر که زیاد شد گفتن که حمله کنید، به بریم جنگ. این چیز مالکی بود و چندین هزار شتر و اینا، و اول شکست خوردن و بعد پیروز شدن و اینا. حالا ایشون خیلی نابغه بوده، خب دیگه آدم عادی که نبوده واقعا، یعنی یه کسی که در اون بیابونا یه دینی بنیاد بکنه که امروز هر شبت که براش سر میبرن، ببینید توان فکری چقدر بوده، چگونه آدم ها رو گرفته. باری اینا آمدن و فکر میکرد که حالا چیکار بکنیم، چگونه اینا رو تقسیم کنیم بین اینا. فکر میکرد از یک سو این انصار بودن کمکش کرده بودن، مکه که بیرونش کردن میخواستن بکشنش، ولی حالا دیگه اینا مسلمون شدن، ابو سفیان هم اموال زیادی از دست داده، پسراش کشتن، نمیدونم چی بزرگان قریش رو سر بریدن، باید یه پولی به اینا داد که جبرانی بشه، اگه به اینا بدیم اینا ناراحت میشن. اون آدمایی که میگن که در قدیر خم حضرت رسول گفتن علی جانشین، اصلا چنین چیزی میسر نیست، از مخیله رسول هم احتمالا نگذشته که اصلا داستان علی نمیشد، همچی چیزی شر میشد داستان. هیچی فکر میکرد، ریختن سرش، عصاش بردن، عباش بردن، آقا ما آمدیم غارت کنیم چرا تقسیم نمی کنی؟ گو ای مردم عصام بدین، عبام بدین، چی میگین از جانو؟ آقا ما آمدیم دوزی اینا بردیم، جنگ بردیم، شتر موتورا رو تقسیم کن، چقدر فکر میکنی؟ بعد اومده هی داده به ابو سفیان، صد تا به ابو سفیان، 20 تا به پسرش، دوباره صد تا به ابو سفیان، غر کردن رفتن انصار مدینه، رفتن گفتن ما میریم دنبال زندگیمون، این آقا اومد بیرونش کرده بودن، ما کمکش کردیم، جانهامون رو به خطر انداختیم، حالا قوم خشش دیده هر چه غارتی میده به اونا. رفتن، رفته سخنرانی کرده ایشون، به گریه انداخته اینها رو که امشب شما بگید. خب البته این مغالطه خیلی بزرگیست، مغالطه قیاس مع الفارق، عرب میره برای پلاندر، برای دزدی شطور، زن، پول، فرمودن که من این شطورا که دادم به ابو سفیان میخواستم اسلام رو در دهنش شیرین کنم، شما به من بگید ای انصار امشب ابو سفیان شطور میبره منزلش، شما رسول الله کدوماش بهتره؟ ببینید آدم باهوش چه چیزا اختراع میکنه. همه بیچارا گفتن آقا ما البته رسول الله شطور بهتره، ما خوشحالم باید باشیم، ما رو شطور به ما ندادن، اقلا رسول الله رو داریم. مقصود این که قوه محرکه همین داستانی بود که عرض کردم، یعنی گرفتن زنای مردم، اموال مردم، چیزی از اسلام نه اینا میدونستن، اینا که اومدن این بنو بر حمله میکردن، شمشیر میزدن، اینا اراذل الناس بودن که متفق شده بودن. شاید در لشکر سعد 5 نفر نبوده که این چیزها رو میفهمیده، یا اصلا به تعلیمات قرآن اونجوری که آخوندها فکر میکنن. بنابراین هر شبت که داستان قضیه معلومه، تفسیر بر نمیداره، داستانش معلومه، داستان خونریزی و جنگ بوده، کشتار بوده،
کشتن مخالفین بوده، ترورهای سیاسی بوده، غارت اموال بوده، دوران بسیار هولناکی بوده به قول ابن خلدون. خیلی خوب، حالا با توجه به این مقدمات ما می رویم سراغ مثنوی معنوی، ببینیم که در باب اون قصه چه گفت. خب، خودو انداختن خصم در روی امیر المومنین علی کرم الله وجهه و انداختن علی شمشیر را از دست. این را علم کردن، مرتب میخونن و در واقع در عظمت اخلاق علی این رو استدلال کرده. این ورقش هم افتاده، ببخشید. میفرماید که از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق را دان متحر از دغل. خود این بیت یک اهانت پنهانی است به علی. مولانا داشت درست فکر نکرد. اگه من بخوام در حق مثلا یه آدمی که خیلی خیلی براش احترام دارم حرف بزنم، آقای نمیدونم برتران راسل، دیگه شأن او عجله بر اینه که من بشینم بگم آقا این برتران راسل جیبر نبود، دزدی نمی کرد. اینا که حد راسل نیست که. مولانا این رو گفته، از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق را دون متحر از دغل. این دغل کار نبودا. حالا چرا این بحث پیش اومده اینجا؟ میخوام سابقه قبلی بدم خدمتتون. همه چیز به تاریخ مربوط میشه. هموطن ما آدمیم، آدم‌ها داره تاریخ هستن. تاریخ هم مرتب علت و معلول. علت یه چیزی کنش و واکنش بوده داستانش. اگه ما اونا رو اندکی مطلع نباشیم، قضايا رو امکان نداره متوجه بشیم. برای شناخت اسلام، مسیحیت، نمیدونم تاریخ مملکت، تشکیلات، همش این است. تاریخ داره. هر پدیده علمی هم تاریخ داره. داستان این بود که وقتی که این فساد بزرگ شیعه و سنی به وجود آمد، دو نفر از دو سو اینها موضوع سخن می شدن. یکی شیعیان که البته در اقلیت بودن، به عمر توهین می کردن و چیزها می گفتن، کما این که امروز هم هنوز سخنش مطرح هست. و اهل تسنن هم علی رو قتال می دانستن، کسی که قاتل بوده، مرتب این سخنان رو می گفتن. و هر سبت که مناقب خانان بودن از سوی همین شیعیان و کسانی که در شأن عمر قصیده می گفتن، این سو اون سو تو شهرها بلند بلند می خواندن که هر جای گیر مخالفی می گفتن زبون ها اینا رو می بریدن. یعنی مناقب خان شیعه اگر در کوچه های نیشابور میرفت محل از سنت، میگرفتن و زبونش قطع میکردن. اون یکی هم که مهد عمر میخوند، هر جا که میرفت میگرفتنش، همه برای رو بزرش میبود. اینه که این سخنان در واقع بازار گرمی داشته در گروه مخالفین شیعه و سنی که اونا علی را قتال میدونستن. اینا هم عمر رو عرض میکنم که مفاسدی بهش منتسب میکردن، به دروغ بیشتر. فسادی نداشته عمر، هیچ فسادی به این مرد اصلا وارد نبوده که لگد انداخته، مثلا قاطر بوده، لگد انداخته، نمیدونم چیز در حضرت فاطمه در نداشتن اینا، که مگه نجار داشتن که به چون جوان آقا بخوانید؟ دری وجود نداشت در مدینه. کدوم در؟ در لازمش نمیدونم درخته و نجاره و عرس و تیشه و اینا، که نجاری نبود که پشت در. از تمام داستانا که ما میخوانیم معلوم شد دری وجود نداشته، یه پرده آویزون میکردن. حالا عمر لگد انداخته، حضرت فاطمه، محسن، حالا من نمیدونم در کجای دنیا بچه قبل از اینکه به دنیا بیاد اسمش محسنه بمونه. از این مزخرفات. شیعه چیزی در دستش جز سخن دروغ نیست واقعا. حالا بگذاریم کل قضیه داستانش برباده، اما شیعه دیگه هر شبت که، و دلیلم دلیل سیاسی داشته. حالا به هر صورت پیداست که مولانا شنیده بوده و بین شاگردانش حتما آدم شیعه هم بوده، میگوشش میخورد. خودش در بچگی در محیطی بزرگ شده بود که بحث و جدل در اطراف این سخنان دینی بوده، در بلخ. بعد با پدرش آمده اینا، اینجا آمده دفاع بکنه، یه داستان اختراع کرده. اصلا چنین چیزی نیست. ببینید،
میگوید که خب شیر حق را دون مطهر از دغل. چجور چه معتیس؟ حالا در قضا، قضا یعنی جنگ، قذره یعنی جنگ به خاطر گرفتن اموال، در قضا بر پهلوانی دست یافت، زود شمشیری برآورد و شتاب. حالا اسلام، اسلام عزیز دینیست که روز به روز تاریخش هست. در واقع این مقدار اطلاعات که در باب اسلام از زندگی رسول و صحابه هست در هیچ دینی نیست. جنگ های علی رو ما میشناسیم، با چه کسانی جنگ کرده. حریفان علی رو ما میشناسیم، مثلا عمر یکیش بوده، طلحه چی ببخشی، بله طلحه، طلحه که لبای مشرکون داشت در جنگ احد، آمده به جنگ و علی زده قوزکش رو قطع کرده، همین به قوزک میزد. این بزرگوار متخصص قوزک بود، قدش هم کوتاه بود و اینا چالاک هم بود، تا یارو حواسش پرت میشد میزد پاش قطع میکرد. اینم شوالیه گریش بوده، آدم شوالیه به قوزک کسی نمیزنه که. بابا جان به این سه نفر باش روبرو شدن، زده به قوزک هر سه تا، حالا پاش قطع میکرد تموم بود دیگه. حالا میگوید چون مولوی در واقع مستندی نداره که بگه کدام جنگ، با یای نکره در قضا بر پهلوانی، کدوم پهلوان؟ مرد حسابی، مولانا جلال الدین، مرد بزرگ، کدوم پهلوان؟ اسم داشتن این پهلوانا. در قضا بر پهلوانی اختراع کرده، یای نکره است. خب چون نمیدانسته یه افسانه سازی کرده جلال الدین. در قضا بر پهلوانی دست یافت، زود شمشیری برآورد و شتافت. او خودو انداخت بر روی علی، افتخار هر نبی و هر ولی. آب دهن انداخت. حالا عرض می شود که در داستان عمر ابن عبد ود، چون ود یک خدا بوده، عبد ود باری، این عمر آمده با منتهای اخلاق شوالیه‌گری و پهلوانی آمده گفته پسر جان من نمیخوام با تو جنگ کنم، من با عموی تو دوست بودم، چنین و چنان. یعنی مورخ اسلامی هم که قضیه رو گزارش کرده نتوانسته اخلاق پهلوانی عمرو رو پنهان کنه. علی گفته نه من میخوام با تو جنگ کنم، تو را میکشم انشاءالله. این علی بیچاره رحمت الله کرم الله وجهه، این تنها کسی بود که همه اینا باورش شده بود. باز این ابوبکر و عمر و اینا سوالاتی کردن، معلومه که اینا عمیقا قبول نداشتن که جبرئیل میاد و میره و از این حرفا. علی باور شده بود و چون حقیقتا مؤمن بود به اسلام، بسیار آدم خطرناکی بود، هم برای خودش خطرناک بود، هم برای اطرافیانش، هم برای مسلمان. اون تعداد آدم که مولا علی به کشتن داد، چون آدم براش مهم نبود، واقعا مهم نبود، مثلا 100,000 نفر میکش. چرا؟ در راه الله، حق، در راه حق شمشیر میزد. حق، آقا حقی آدم های زندن که اصلا مرد حسابی دارن زندگی میکنن، زن و بچه دارن، حق در کجا آوردی؟ این باورش شده بود. یعنی اگه لازم بود همه اهل کوفه، همه اهل مدینه رو هم سر به بره میبرید برای حق، چون باورش شده بود، مؤمن بود دیگه. عرض کردم آدم مؤمن چیز خطرناکیه، آدم اینجوری مؤمن خطرناک، آدم باید معتقد باشه، چون مؤمن بالاخونه رو اجاره میده، معتقد اعتقاد میاره و اگر تشکیکی شد، تردیدی شد، میتواند عقیدش رو عوض کنه. اما آدم مؤمن مخش خرابه. یه طریق بیشتر نمیشتوسه. خب حالا بله، حالا میگه در امها در موضع امر باری گفت من نمیخوام، گفت من تو رو میکشم انشالله، و جنگ و اینا درگیر شدن. و بنابرای نص صریح طبری و ابن عسیر، علی گفته است که پس تو مگه نگفتی من تنها میام؟ برگشته گفته من کسی ندارم، پسر چیز ابو طالب، پسر ابو طالب. برمیگرده پشت سرش نگاه کنه، میزنه قوزکش پاشو قطع. بعد عمر اونجا
پای بریده رو به صورت علی پرتاب میکنه که تو نامردی و کلک زدی و حقه کردی. علی میفرماید که الحرب خدعه، یعنی جنگ خودش خدعه است. اما آب دهن و این داستان هرگز نبوده، یعنی اینکه ما هیچ داستانی سراغ نداریم، بسیار گشتیم و دیگران هم گشته بودن. مرحوم استاد فروزآفر هم که عمرش در مثنوی بود میگوید که ما آقا گشتیم هیچ کس پیدا نکردیم که یه همچین چیزی شده باشه و علی کارا رو کرده باشه و اینا. حالا میخواد دفاع کنه ازش و قتال بودنش رو مالکشی بکنه. مولانا با یک نفع عجیب غریب عرفانی که در واقع یکم مضحک هم میشه داستان، انقدر زبان رو بالا برده، حدش رو، مطالب رو کشیده بالا که اصلا این مسائل به ذهن علی و امثالش نمیرسید تو محیط مدینه و اینها. خب او خودو انداخت بر روی علی افتخار هر روی و هر ولی، در زمان انداخت شمشیر اون علی، کرد او اندر قضاش کاهلی. به معنی که آب دهن انداخت شمشیر پرت. در ذهن مولانا یه اتفاق افتاده، این یه دروغه، این دروغ هم چیزی نبود هیچ موقع. خب شمشیر پرک. گشت حیران اون مبارز زین عمل، گشت حیران اون مبارز زین عمل، و از نمودن عفو و رحمت بی محل. گفت بر من تیغ تیز افراشتی، از چف کندی مرا بگذاشتی. گفت تیغ شمشیر تیز کشیدی، شمشیر رو پرت کردی، منو زنده گذاشتی، چی شد؟ چه همچی کاری کردی؟ اون چه دیدی بهتر از پیکار من، تا شدستی سوس در اشکار من؟ اون چه دیدی که چنین خشمت نشست، تا چنون برقی نمود و باز جست؟ اون چه دیدی برتر از کون و مکان؟ اینا دیگه مالکشی های عرفانی و پرواز به دنیای لاهوتی مولاناست و علی مرکز، عرض میکنم، همین صحبتش. اون چه دیدی برتر از کون و مکان، که به از جان بود و بخشیدیم جان؟ حالا دیگه اوه تو کجا رفته ای بابا، چون تو بابی اون مدینه علم را، چون شعاعی آفتاب حلم را. این همون اشاره است به اون حدیث مشهور، انا مدینه العلم و علیان بابا. خیلی خوب اینجا ادامه میده، یک اتناب خیلی شیرین و فوق العاده و بسیار زیبا اینجا آورده. خب علی جواب داده اینجا، سوال کردن اون کافر از علی کرم الله وجهه که چون بر منی، که چون بر چون منی مظفر شدی، شمشیر را از دست چون انداختی؟ گفت فرما یا امیر المؤمنین، تا بجنبد جان به تن در چون جنین. یه توضیح میگه، یکی یکی که چنین و چنان شد و همش اینا اتناباته و میدونی که مثنوی تحت الهرزی یه جا شروع میکنه بحثای شیرین، تمثیلهای داستانهای قشنگ میاره تا خواننده بفهمه. حالا جواب گفتن امیرالمومنین که چرا شمشیر انداخت. گفت من تیغ از پی حق میزنم، بنده حقم، نه مأمور تنم. جان کلام اینجا ساره، بقیش هم میخونم خدمت. همه ی آدم هایی که دیگران را از میدان بدر کردند و کشتن، تیغ از پی حق میزدن. یکیشون نیست که بگوید تیغ از پی حق نمیزنه، چون حق یک امر سابجکتی به هموطن. شما در این دنیا که از مشاهد که سفر کنیم، به هر دیاری که برویم میبینیم حق پیش اوناست. اگر فکر نمی کردن حق مال اوناست، که به اون دین آیی نبودن که رهاش میکردن، جسوجگر حق میشدن.
شما به هندوها صحبت کنید میگوین همه حق پیش ماست. این مسلمان ها آمدن اینجا بیابانی بودن، مردم ما رو کشتن، یه عده رو به زور مسلمان کردن، اما ما هندوها کشته دادیم، مسلمان هم نشدیم، هندو باقی موندیم. چرا؟ چون حق پیش ماست. مسیحی ها هم همین، بقیه دنیا رو وحشی میدونن و اینا، عربا هم میگفتن ساراسن، مسلمان هم با توهین و اینا یاد میکردن. چرا؟ چون میگفتن حق خداوند در روح عیسی تجلی کرده و دیگه بالاتر از این چیزی نیست، بهترین و جامعترین و کاملترین خودشه، همه حرفایی که با خودمون میزنیم. بنابراین اگه شما فکرشو بکنید، همه دنیا، آدمای جهان از پی حق شمشیر بزنند، آدمی باقی نمیمونه دیگه روی کره زمین. هر سرم آدم خطرناکی بوده اینجاست. این نازی‌ها رو که آورده بودن محاکمه میکردن در این نورنبرگ، اونه جمعا 60 میلیون آدم کشته بودن. آره، یا مستقیم در جنگ کشته بودن، یا بمباران کرده بودن کشته بودن، یا باعث مرگ این آدم ها شده بودن، شهرها رو خراب کرده بودن. همه شون میگفتن حق با ما بوده، عیب ما این بوده که فقط شکست خوردیم، اگر نه حق با ما بوده. اظهار پشیمانی نداشت کسی، محاکماتشون هست. این که میگوید مفسد و فعل ارض محارب با خدا، از یه دیدی دیگری اگر نگاه کنی ببینی مفسد و فعل ارض همین آخوندها و نمایندهای دین هستن. اینا فساد کردن در زمین. ضمن این که همچین اتهامی در قانون جزایی هیچ مملکتی نیست، این برای از بین بردن مخالفین اسلام اختراع کرده. محارب با خدا، محارب با خدا یعنی چه آقا؟ مفسد فعل است، مفسد فعل آخونده هستن در واقع. چون نیک بگرین فساد از ذهن بلند میشه. گفت من تیغ از پی حق میزنم، بنده حقم نه مأمورت. حالا مولانا میخواد علی رو مبرا بکنه که این آدم کشی میکرده، چون نمیشد ازش دفاع کرد واقعا. یعنی شما اینجا، یعنی هر عمل شنیعی که قرار بود انجام بشه به این بیچاره واگذار میکرد. کشتن سگهای مدینه، سر بریدن آدمای دست بسته میکرد، چون از پی حق شمشیر میزنه. عمر این کارا نمیکرد که. شما نمید پیدا نمیکنید در اسلام، در تاریخ اسلام، که ابوبکر مأمور قتل شده باشه. نمیکرد، چون نمیکرد. دوباره ول کنیم بابا، چی میگیم بریم سر ببریم؟ این آقا میکرد، این مولا علی خودمان کرم الله وجهه، این آقا الحمدلله رب العالمین یه شمشیر تیزی هم نمیدونم از کجا بلند کرده بودن در جنگ بدر. یه شمشیر خوبی از ثروتمندای عرب به دستشون افتاده بود، ماشاءالله سر میبریدن. میگفتن چرا همچی میکنی؟ میگفت که من تیغ از پی حق میزنم. بفرمایید صفحه 201 تاریخنامه طبری. و مردمان این حصار 800 مرد بودند، یعنی حصار بنی، یعنی یهودیان بنی قریظه. پیغمبر بفرمود تا همه را دست ها ببستند و خواسته ها برگرفتند، یعنی دستاشون بستن انبارشون را غارت کرد، و به مدینه باز آمدند. منوره، مدینه منوره، به آخر ذی‌القعده. و دست های این مردمان 3 روز بسته بود اندر اون زندان تا خواسته ها همه به مدینه باز آوردن. حالا این 3 روز رو میشه فهمید که نگه داشتن که بیارن و تقسیم کنن دیگه. 3 روز. پس پیغمبر بفرمود، خوب گوش کنید، تا به میان بازار مدینه چاهی بکندند، و پیغمبر علیه السلام بر لب آن چاه بنشست و علی ابن ابی طالب را و زبیر ابن العوام را بخواند و گفت شمشیر بکشید و یک یک را گردن همی زنید و اندر این چاه همی افکنید.
و کودکان و زنان را عفو کردند الا اون کودکانی را که موی زهار بر آمده بود. پسر 14 ساله که دیگه موی زهار بر آمده بود، یعنی صفات در واقع ثانوی جنسی برای ظاهر شده بود، اونم سر می‌برید. الحمدلله رب العالمین، اینا رحمته، این چیزا خیلی خوبه، ما بایستی که پیروی کنیم. آقا کاری چیزی پیدا کن برای همسایه، ببین میشه کاری کرد نصف شب. اینم شد داستان دین الله. دین اصلا ریلیجن معنیش این نیست. خب الا کودکانی را که موی زهار بر آمده بود که ایشان را نیز بفرمود کشتن، و یک زن را بکشتن و اون زنی بود که از بام حصار سنگ انداخته بود و مسلمانی بکشته، و چندی را مردم اصحاب بخواستن از بحر خیش. حالا بالاخره پس خواسته جهودان قسمت کردن و خمس آن همه پیغمبر برگرفت و کنیزکی دیگر، و پیاده را یک بحر بداد و سوار را دو بحر، و سنت این قسمت بر این گونه بماند تا رستخیز. و این اندر ماه ذوالقعده بود، سال پنجم از هجرت. حالا میخوان 800 نفر دست بسته رو سر ببرن. سر هم اینجوری نمیبریدن ها، حالا عربا میبرن. نگاه کنید عربستان سعودی، یعنی یوتیوب، دست از پشت بسته یک ضربت سرش میفتاد توی اون گودال. البته یه گودال نبوده، جای کسب و کار مردم بود، محل نشاط بود، محل خرید بود. تبدیل کرد این طالبان که میدونه فوتبال رو تبدیل میکردن به جای تیرباران، یادتون هست؟ همین داستان بوده اون روزگار. اینا هم همونان، اونا هم همینا بودن. دوست عزیز گفت من تیغ از پی حق میزنم، بنده حقم، نه مأمور تنم. من آدم کشیام به خاطر حقه. خیلی خوب. شیر حقم نیستم شیر هوا، فعل من بر دین من باشد گوا. رخت خود را من زره برداشتم، غیر حق را من عدم انگاشتم. بله سایم کد خدا ام آفتاب، حاجبم من نیستم او را حجاب. از زبان علی، حرف گذاشته دهن علی مولانا. آقا این مطالب عرفانی وجود نداشت اون زمان، ما آدم عارف نمیشناسیم تو مدینه و مکه و این حرفا. میگه حاجبم من نیستم او را حجاب، وجود حق رو پرده ای نیستم من بین حق و جهان، بلکه حاجبم. حاجب کسی بود که پرده دار، کسی بود که آدم ها رو راه میداد خدمت شاه، خدمت پادشاه. میگوید من حاجب دربار خدا هستم، حجاب نیستم. یعنی در واقع من آدم‌ها رو به حق رهنمون هستم. معنیش اینه. البته حرف مولانا و حرف علی نیست. خب خون نپوشد گوهر تیغ مرا، باد از جا کی برد میغ مرا. شمشیر من به خون آلوده نمیشه، چون من که نمی‌کشم که. در حالی که ما می‌بینیم هر روز ایشون تشریف بردن منزل، اون شمشیر معروف پر خون بود، دستور باشم خونی بود. این فاطمه بیچاره بس اینا رو میشست. خب بله، حالا توضیحات عرفانی شگفت‌انگیز. به به، کوهم و هستی من بنیاد اوست، برشبم چون کاه بادم باد اوست. بنیاده نوشته است اینجا با یک کسر زیر دال.
جز به باد او نجنبد میل من نیست جز عشق احد سر خیل من. معنیش معلومه، یعنی دست من به مشیت الهی حرکت میکنه، قافل سالار اندیشه من و ایمان من کیست؟ خداوند هست. خب تیغ حلمم گردن خشمم زده است، خشم حق بر من چو رحمت آمده است. غرق نورم غرق نورم گرچه سقفم شد خراب، روزه گشتم گرچه هستم بو تو را. ببینید به کجا برده. اینا همه اختراعات مولاناست. غرق نورم گرچه سقفم شد خراب، روزه گشتم گرچه هستم بو تو را. چون حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم به همه اصحابش القاب خیلی خوب میداد. آقا به این بیچاره یه لقب توهین‌آمیز که عربا مسخره میکردن، معاویه و داره دسته، ابو تراب، یعنی خاک مالی شده. ای خاکی، چون میگن یه جایی بود علی بیچاره رفته بود زیر درختی خاکی خاک خوابیده بود و اینا، اومد گفت کجا هستی ای ابو تراب؟ به خالد میگوید سیف الله. بیم بیچاره سوگوی ابو تراب که خودش البته بیچاره چون مؤمن بود عرض کردم افتخارم میکرد تازه به این دار، ولی عربا میخندیدن. حالا اینجا غرق نورم گرچه سقفم شد خراب، روزه گشتم گرچه هستم بو تراب، داره در واقع مقام عرفانی میخواد متصور بشه، در حالی که عرض کردم اصلا نه عرفانی وجود داشت، نه از این حرفا بود، نه تعبیر تفسیری بود، نه اندیشه های لطیف در اونجا بود، کشتار بود، آدم کشی بود و غارت بود و سربریدن بود و جنایت. این حرفا از خراسان بلند شد که 250 سال بعد از این داستان ها، وقتی که این در واقع تعلیمات غیر قابل تحمل و ضد بشری آمد اونجا، خراسان محل مدنیت مملکت بوده همیشه، اختراع کردن، ابداع کردن، رایحه ای دمیدن از معرفت و انسانیت بر این چهره این غول بیابانی. بزرگان متصوفین، عرفای بزرگ، صحبت ها نبود که. غرق نورم گرچه سقفم شد خراب، روزه گشتم گرچه هستم بود تو را. در واقع این تشبیه کرده که یک ساختمان، هرچی این ساختمان منظمتر و بهتر و پرداش آویخته تر، نور کمتر بهش نفوذ میکنه. وقتی پنجره رو باز میکنیم نور وارد میشه. میگوید که وقتی که عرض میکنم که در واقع این قالب تن از من برخاست، یعنی کشته شدم، یعنی مردم، غرق نور شدم، همون گونه که وقتی سقف خراب میشه نور بیشتر میبیزه در منزل مخروبه. غرق نورم گرچه سقفم شد خراب، روزه گشتم گرچه هستم بو تراب. بایی که من پدر خاکم و به من گفتن ای خاکی، اما وجود من یک روزه ایست، یک باقی است، باق مصفایی است، چنین و چنان. این تعبیر مولاناست از اون آدم کشی ها و این مالکشی فوق العاده ظریف و بی اندازه زیبا. چون در آمد در میان غیر خدا، تیغ را اندر میان کردن سزا. وقتی که موضوع خدا نبود و تو به صورت من آب دهن انداختی و من خشمین شدم، خدا از میانه برخاست، بی خشم من بود،
این است که تیغ رو کنار انداختم، چون غیر خدا آمد تیغ رو اندر میان، یعنی غلاف اینجا اندر میان کردن سزا. حالا همه این حرفا رو او به یک جاهایی برده، زشتهاد و از تحری رستم، آستین بر دامن حق بستم. یعنی که آدم های متمدن هر پدیده بیابانی که بیاد بهش رنگ و بوی مدنیت میدن. اینه، این بزرگترین نمونه شه. زشتهاد و از تحری جستم یا رستم، آستین بر دامن حق بستم. یه کار من میگوید از تحقیق حقیقت و این حرفا گذشته، حتی از بیان این که من چیزی میدانم گذشته. در حق علی گفته این حرفا رو، ما دیگه متصل شدیم به حق، به خود حق. چون آموختن و آموزاندن و اینها کار آدمایی است که در مسیر هستن. زجتهاد و از تحری جستم بود یا رستم بود، همینجوری نسخه ها خراب شده. زجتهاد و از تحری رستم، آستین بر دامن حق بستم. بله، ورکشم باری بدانم تا کجا، ماهم و خورشید پیشم پیشوا. تا اون آخر آمده است اینجا، در شریعت مرگواهی بنده را نیست قدری، نزد دعوی و قضا گر هزاران بنده باشندت گوا، شهر نپذیرد گواهیشان به کاه. بنده شهوت بتر نزدیک حق از غلام و بندگان مسترق. خب عرض شود که این رو ما بدون جد خدمت شما آوردیم که اگر یک جایی شنیدید که یک کسی داره استدلال میکنه و استشهاد میکنه از مولانا جلال الدین در باب همالای متقیان، که البته فضیلت هم بسیار داشتیم، من شما متوجه میشید که داستان اختراعیست، همچین جنگی نبود، همچین آدمی نبوده، همچین حالتی نبوده که یارو آب دهن بندازه ایشون شمشیرش بندازه و بره به ایست اون کنار. اینا رو عرفای ایران اختراع کردن و چسبانیدن به این داستانها. حاصل این انگیزه پیدایش این مباحث هم مباحث شیعه و سنی بوده. چون وقت ما رو به اتمام هست، عرض میکنم که روز، یعنی یک شنبه آخر این ماه که الان نمیدونم چند شنبه خواهد بود، حتما یک شنبه، یک شنبه هست دیگه، یک شنبه آخر ماه در اولمپیک کلکشن به همت دوستان گرامی و نازنین اونجا جلسه برقرار هست که در اونجا شاهنامه خوانی میکنیم، در بابش صحبت میکنیم. مراتب رو مجدد خدمت شما عرض خواهم کرد. از توجه و عنایت شما سپاسگزارم. آدم شدن چه مشکل، آخوند شدن چه آسان. هر شبت که سپاسگزاری میکنم از امیر در اتاق فرمان و شما دوستان بزرگان همزبانان. تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.